نمیخوام خانم، تو رو نمیخوام، این زندگی رو نمیخوام. به درک، وگر برو تو همه آشغال دونی که بودی. از خونه من برو بیرون. خونه تو؟ بله، اینجا خونه منه. برده شور خودتو ببرم با خونه تو. اینم سهر. شما الحمدلله آدم های با تجربه و با سوادی هستید. اختلاف تو زندگی همیشه هست. با اینکه تقاضای طلاق توافقی تنظیم شده، ولی من اصرار دارم یک مهلتی برای سازش. استدعا میکنم آقای قاضی، همین امروز حکم طلاق ما رو صادر کنیم. برای اینکه ما واحد سازش رو پاس کردیم. آقای قاضی، جون بچت منو از این اسیری خلاص کن. اسیری؟ جناب آقای اسیری، پس من چی بگم که از روزی که خودت انداختی تو زندگی من؟ من انداختم؟ بله، ماشین تو شاورد عین عجله معلق پریدی تو زندگی من. من پریدم؟ به خدا دروغ میگه آقای قاضی. بهتره که رادیاتوری که بی محل جوش میاره. این حرفا چیه؟ من و معمار ساختمونم فقط یه مکالمه دوستانه داشتیم. مکالمه دوستانه؟ آقای قاضی یارو داشت درسته قورتش میداد. میگی کچیدی؟ من 40 سال کارم اینه. نصف درون دیوارشو من چیدم. تو اول برو بذار مهر لیسانست خوش بشه، بعد بیا مهندس بازی در بیار. خانم مهندس. خب مثلا اینطور بود که چی؟ اگه کاری که گفته بودم نمیکرد که گوششو میگرفتم مینداختمش بیرون. گوششو میگرفتم مینداختمش بیرون. کاش فیلم اون روزشو گرفته بودم، اون وقت میدیدیم گوشه کی تو دست کی بود. چالدی خانم، من از اینجا قوم بزنم بیرون. مگه میذارم کسی دست به ساق قوم بزنه؟ قلمشو خورد میکنم کسی پاتوی خراب شده بزنه. اول برو یاد بگیر با یه خانم چجوری حرف بزنی. این دفعه هم اگه ویر بزنی قلم پاتو من میشکنم اوستا. آقا چی باشم؟ فوزیلیش به تو نایمده. خانم مهندس همونطور که دستور داده بودین همه شونو آوردم. 20 تا کارگر همه این. 4 تا آرماتور بند، 6 تا بنا. همه اون برای خیابون تو قهوه خونه منتظرم. ها یکی بود یکی نبود سفیش جور کرده بودی. بیرون. بیرون تا نگفتم کشون ببرنه. هری همون موقع بعد میفهمیدم آدم حق بازیه. همچین چاخان باکه. پس می‌خواستی چیکار کنم؟ اینا آرتیستا بپرم وسطو بزن. نه خیلی لازم نبود. همون زبون چربونرمی که داشتی. من زبونم چربونر بود اون وقت این دکتر خانم ترشیده خودشو انداخت به ما. تو یکی سر بودم. سر بودی؟ به قول اوسا هنوز مهر لیسانس تر بود. آره، مال تو که خوش بود، تو بعد کجا بود؟ مثل شما بابای میلیاردر نداشتم 10 میلیارد واسم بذاره. واسه تو که بعد نشد. 2 سال خرمالی کردم. مجانی کردی؟ عمرم رو گذاشتم. منم مثل ریک پول ریختم. منم مثل خرجون کردم. خانم آقا ساکت باشین. اینجا دادگاهه. پس تو رو خدا منو خلاص کنی. آقا تمومش کنی. مهرم حلال، جونم آزاد. آقای محترم، این خانومان که مهر دارن، نه شما. باش آقای قاضی، مهرش مال ایشون فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد و شهریور و آبان و آذر و دی و بهمن و اسفند مال بنده. همش حلال، جونم آزاد. خوبه؟ خانم شما ادعایی برای نفقه مه؟ نه خیر آقای قاضی، همه رو میبخشم. روز چهارشنبه ساعت 12 میای محضر تمومش میکنی. این همه محضر تو این شهره؟ کدوم محضر؟ همون خراب شده که عقد کردی.
سلام خانم داودی. الان چه وقت دکتر رفتنه؟ بلش کن، نمیخواد تماس بگیری. اگه از مرتبه دکتر دوباره زنگ زدن بگو پیداش نکردم. بله دارم میام. جشن هم به جشن. دسترسی خلاص؟ طلاق دادی؟ حکمو گرفتیم، فردا بریم محضر. تو چه خبر؟ خبر ناجوری، نوشنگه دبه داره برده. یعنی چی دبه داره برده؟ سلام امید. این جلال چی میگه اوشن؟ من قبلا خدمت آقا جلال عرض کردم، گفتم ماجرت چقدر. این همه زمینه میخواد. من؟ من نبو، من چی کارم؟ مشتری من همه زمینه میخواد، میگه اهل شراکتم نیست. تا دیشب که بود؟ حالا امروز نیست. میگه اگه شریک خوب بود خدا خود شریک میگه. مگه ما مغز خر خوردیم مرد حسابی؟ یه سالی داریم روی زمین جون میکنیم. حالا بریم دو دستی تقدیم کنیم به خریدار تو. چرا دو دستی؟ ها 50 میلیون وسط داره به شما میده. کمه؟ مگه ما دلالی؟ خریدار ما حرف آخرش هم اونم 4 روز منظر مونده. اونش دیگه با خودت. حالا اگه دوست داشتی. نه خیر، دوست ندارم. به سلامت. اوکی. حالا تا فردا فکراتو بکن. امروز زره قاطی به هر حال دادگاه مادگاه داشی کلافه دیگه. برو خونه یه استراحت بکن، یه نفس تازه کن و من بزنم. روز خوبی داشته باشی. وایسا بینا، تو از کجا میدونستی من امروز دادگاه داشتم؟ انگار آقا جلال من گفت. من به قبر پدرت خندیدم، من تا یه دقیقه پیشم نمیدونستم. زمینه برای چی میخوای بخری؟ یقره برای کلاغ هم بیرون صدقی آفون زیرشت. خریدارت رهناست؟ بلش کن حمید. چرا حالیت نیست؟ همه اینا بازی بود. ما رو پیچوندن تا برسه نزدیکای روز محضر، بعد این بساط رو داره بردن واسه زنه میخواد بخرتش. خیلی آشغالی. برو بهش بگو که همه دنیا رو هم به این بده اندازه یه قبر از این زمینم بهش نمیدم. انقدر ازش بیزارم که نمیخوام اسمشم بشنوم. تو فقط استعلام آپارتمان ها رو زودتر بگی، همه چی رو میفروشم میرم آمریکا. میخوام این کابوس زودتر تموم شه. خب این کابوس خودت درست کردی؟ از هرچی مرد متنفرم. مرده خوبم هستن ها؟ آره تو به هیچ زهرا. من گشنمه، دو ساعت اینجا نشستی که چی؟ تو فکر این زمینم، نمیذارم از دستمون بره. این همه آیندهمون. آینده که هیچی، اون 300 میلیونی که بابت پول نمیدادی ردید رفت. مگه تو تا یک شمی میتونی شریک بده کنی؟ خودمون میخریم دیگه. قاد زدی با ارث همه من یا با دلارای شما بهره میکنی؟ چی؟ 1 میلیارد؟ میخوای 1 میلیارد بهره کنی؟ بله. ببینید خانم، من دیگه سلام های بصیرت، دکتر مرتضوی هستم، دکتر معالج خانومتون. گوش بدین آقای دکتر، من امروز باید شما رو ببینم آقای بصیرت، موضوع مهمیه. آقای بصیرت خواهش میکنم، مطلب هم مهمه هم فوری، لطفا تشریف برید اینجا. لوکمیه، یعنی مغز استخوان همسر شما دیگه قادر نیست گلوبول قرمز تولید کنه. همسر شما مبتلا به سرطان خونه. با توجه به پیشرفت بیماریشون تزریق خونم فایده ای نداره. به نظر میاد دیگه کاری نمیشه کرد. یعنی بردنیه؟ حد اکثر تا 2 ماه دیگه. مطمئنی دکتر؟ یعنی اشتباهی نشده؟ اشتباهی نشده آقای بصیرت. همسرتون هم حق داره این موضوع رو بدونه. شما هم تنها کسی هستید که میتونید با ملایمت و محبت این موضوع رو بهشون بگید. یعنی چون تا 1 ماه دیگه حرکت میکنه؟ یعنی تا 1-2 ماه دیگه حرکت میکنه. کجا؟ خارج؟ خیر، اون دنیا. میخوای بکشیش؟ من چرا بکشمش؟ اون مرضی که گرفته کلکشو میکنه. دکترش الان گفت. نه. جون شما. حالا این تلفن چیکار داری تو این هیرویر؟ میخوام بهش بگم تا دیر نشده پولاشو دلار کنه با خودش ببره تو قبر. دقت کنین لامصبو.
چرا ببره تو قبر؟ نه پدری نه مادری نه قومخیشی، وارث فقط یه نفره، شوهرش. چرا نده به تو؟ آلزایمر، ما فردا ساعت 11 قرار داریم واسه محضر برای طلاق. بهت که گفتم آلزایمر، تو فردا محضر نمیری. مگه تو نبودی میگفتی تا این زن قرقروی بد اخلاق و طلاق ندی نمیتونی اعصاب کار کردن داشته باشی؟ من غلط کردم، به قبر پدرم خندیدم. دیر خندیدی، داری کفر منو بالا میاری حمید. تو دربای خاک ننه بابات یه کاری بکن. دیوونه سا چیکار کنم؟ نمیدونم. ببین حمید، من الان دارم سکته میکنم، به جون تو خیلی پوله، برو التماسش کن، بیفت رو دست پاش بگو غلط کردم. اصلا نمیتونی بگی اکس خورده بودم، قاصده بودم. دلام از سبون سبون ساب مردد ما رو از تو لونه میکشه بیرون، تو یه غلطی بکن. منو تا ماشینم کمک کنید؟ اینه ماشینتون؟ آره، بلند شید. ممنون. شماها منو دزدیدین که از شوهرم باج بگیره. بله تقریبا. مگه کجاش خنده داشت؟ ببین خانم، داری کفر منو در میاری یا چه خبرته؟ به کادون زدی پدر جون. اون ساختمونی که منو جلوش دزدیدی یادته؟ مقصود؟ طبقه دوم اونجای دفتر ازدواج طلاقه. من رفته بودم اونجا از شوهرم طلاق بگیرم. واسه ما خالی بازی نکن خانم. ما خودم آخر خالی بازیم. شوهر من واسه آزادیم به تو یک قرون پول نمیده. حالا میبینین. تازه همچین بعدش هم نمیاد منو بکشی. خب این دیگه آخر بدشانسی شماست. اگه نده که میکشیم. الو آقای مهندس. شما؟ من همونیم که جون زنت دستشه. با جونشو بگی من از دستش خلاص کن. از که بیکار قد نکنی آقای مهندس. به خیال دروغ میگم؟ میخوای یه انگشتشو ببرم برای بفرستم؟ نه خیر، انگشت و چش و گوش و اینا به درد من نمیخوره. اگه راست میگی سرشو ببر واسم بفرست که هم باور کنم هم به دست گوش بدم. هست فطرت بی همه چی. پس خوشی رو نگردم. بیا باید صحبت کن. الو حمید، منم رعنا. میشه بگی این بازی چیه؟ راه انداختی؟ دو ساعت منو تو محضر انلاف کردی. چرا نمیفهمی؟ مگه نشنیدی منو دزدیدن؟ آخه کی انقدر خره که تو رو بدزده؟ یکی خطر از تو. اینا منو دزدیدن اون وقت تو داری چرت. بس دیگه، حوصله دعوا ندارم. حالا حالیت شده آقا مهندس؟ زندش رو بقیه یا مردش رو؟ ببینم، یعنی راستی راستی اونو دزدیدین؟ معلومه هنو نفهمیدی؟ پس حالا خوب گوشاتو وا کن تن لش. من امروز دو ساعت تو محضر الله بودم تا اون خانمو طلاق بدم. اما اگه دست آشغال تو بهش بخوره، دست تو سیر ساتور تیکه تیکه میکنم. خون از دماغش بیاد کاری میکنم تو خون خودت بالبال بزنی. احمق جون، آدم با یه گروگانگیر اینجوری صحبت میکنه؟ اینطوری که تو حرف میزنی که اینا منو میکشن. غلط میکنم. ببین آقای گردن کلو، من کاری به پلیس و آگاهی و کلانتری ندارم. یه مو از سرش کم بشه همه خلافکارای این شهر رو اجیر میکنم تا پیدات کنن بدن تیکه تیکه تو تحویلم بدن. خب منو بکشن؟ آقا تو فکر موی منه. آخه دیگه اون وقت به چه درد من میخوره؟ دیوونه. تو ساکت باش، من دارم با اون یارو حرف میزنم. گوش کن یارو، اون خانم تا وقتی اسمش تو شناسنامه منه زن منه. لازم باشه زندگیمو به خاطرش میدم. حالیت شد؟ آقا مهندس چرا قاطی میکنی؟ زندگی تو واسه چی بدی؟ ما همش ده همه اینون رو ناقابل میخوان. همین پولو کجا بیارم؟ چه همه 300,000 تومنه. بس میخواستی چه خباشه؟ قرارمون 300 تومن بود که اونم هست. والا آقا مهندس 300 کمه. همین قرارمون بود دیگه. اما دردسر زیاد بود.
قرار نشد ده به در بیاری. اصلا خودش میخواست 10 میلیون رو بده، ده به نبودش، میرم از خودش میگه. آهو خانم جان ده باشو. فکر کردی زرنگی ها؟ نه، تو معلوم هست اونجا چه غلطی میکنی؟ چیزی نیست، حله. کجاش حله؟ این میخواد منو بکشه. میگم به شما مهندس، خودت این بساط رو انداختی ها. چقدر که میخوای؟ 300,000 تومان. جون آقو مای کاریه. الان که به خودم نیبردم. چیه؟ علک نزن دیگه مهندس. میگم الان همین قدر بردم. داری چونه میزنی؟ نه بابا، میخوام ببینم بی احترامی چیزی نکرده باشم. نه خیلی نکردن، تمومش کن، دارم از خستگی میمیرم. زودتر ایشالله فرده بی دفتر پورو تو همونجا بگی. تو نمیگی وقتی اینجوری باش صحبت میکنی ممکنه منو بکشه؟ نمیکشت. نمیکشت؟ از کجا میدونی نمیکشت؟ میدونم دیگه. بله جناب علی، همه چی رو میدونی. نه همه چی رو، ولی بلدم با این جماعت چجوری صحبت کنم. مگه چند دفعه بهم نگفتی جنوب شهریم؟ آره جنوب شهریم، برای همینم بلدم با این جماعت چجوری رفتار کنم. معذرت میخوام، اعصابم به هم ریخته. چیه آدم ندیدی؟ مثل تو دیوونه نه، از زنده بودنم بیزاری. بعد میای 10 میلیون تومن میدی که ضرر کردن. اگه 100 میلیون هم میخواستن میدادم. تا محضر نرفتیم تو هنوز زن منی، با این شهری های معرفت دارم دارم. اینا همش کلکه رنا، کلکه. تو چرا باورت شد؟ اولش منم باورم نشد، فکر کردم میخواد این دم آخری چندرگا سرکیفتم کنی. خب دهمینم هست؟ نه نیست، همش منتظر بودم یه چیزی راجع به اون 10 میلیونه بگه، ولی هیچی نگفت. خب عزیز من، اینم کلکه رنا، من دلم به حال خودت میسوزه. مگه من با اون جونور مشکلی ندارم؟ چرا داری؟ واسه اینکه فکر میکنی اگه اون نبود من با تو ازدواج میکردم. خب بله اینم هست، ولی اگه اونم نبود من با تو ازدواج نمیکردم. میشه بمیگی چرا؟ چون من تو رو دوست نداشتم و متاسفانه این مسئله واسه خانوما خیلی مهمه. حالا واقعا میخوای بری دفتر حمید؟ آره، من هنوز 10 میلیون بهش بدهکارم، نمیخوام بعد طلاق بهانه واسه رفتن اومدنش بذارم. میخوای منم باهات بیام؟ نه. خدا انشالله بهتون برکت بده آقا مهندس. دیگه این طرفا پیدات نشه. عصبانی نشه آقا مهندس، این روزا نرخا بالا رفته، نرخم دست ما نبود. شما خیلی خب، دیگه نمیخواد کنفرانس بدی، برو. چش آقا مهندس، خداحافظ. راستی آقای مهندس، اگه خواستی بازم آدم به دوزی ما در خدمت ما، تزمینیه. ده برو بیرون. حتی دیگه خیال میکنم ما هر رو میفتیم تو خیابون آدم میدوزیم. که برگشت این دفعه دیگه میزنم تو کوشش. دیگه داری؟ سلام علیکم. سلام. سلام، ببخشید مثل که بی موقع مزاحم شدم. نه نه بشین. نه ممنون، باید برم کار دارم، اومدم بدهی موبت بدم. این چیه؟ 10 میلیونت که به آدم دزد داده بودی؟ تو چرا همه چی رو با پول متر میکنی؟ 10 دفعه مردم و زنده شدم تا سلامت دیدمت. زنمی، دزدیده بودنت تا پای جون میزدم تا خلاصت کنم. چیز دیگه ای نداشتی باش منو ناراحت کنی؟ نه، ببخشید که ناراحتت کردم. پس تا فردا ساعت 11 تو محضر. چرا واسه دی بارو دنبالش؟ نه میگم آره میگم نه.
تو هم با این نقشه تو این وضع خراب 600 تومن گذاشتی رو دستمون. به من چه؟ اون که اومده بود به جاش 10 میلیون بهت بده، خودت خرابش کردی. اون دیوونه است، میفهمی؟ دیوونه. میفهمم دیوونه است، ولی پول داره. بله حمیدم، میشه بیام تو؟ سلام. سلام، چیزی شده؟ اومدم حالتو بپرسم، ببینم حالت خوبه. حال من برای چی باید بد باشه؟ خب گفتم قضیه دیروز و اون هول و تکون و ما ظاهرن امروز همدیگر رو دیدیم. آره حال منم خوب بود. خب آره خوب بود. خب 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 پس خداحافظ. خداحافظ. راستی قرار محضر فرداست دیگه؟ آره فرداست. باش. همین؟ مطمئنی نمیخوای اون 10 میلیون رو بهت بدم؟ چرا دوباره اینو میپرسی؟ همش احساس میکنم یه چیزی میخوای ولی نمیگی. خب آره. خب بیا تو. این همون قابی نیست که عکس من توش بود؟ آره خودشه، حیفم اومد بندازمش تو سطل آشغال. اون وقت عکس توش کوپه؟ انداختم همون جایی که دلم نیومد قابه رو بندازم. خب چی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم شاید فردا بعد محضر دیگه هیچ وقت هم دیگر نبینیم. بله حتما. من فکر کردم، یعنی این همه دعوایی که تو این سالا با هم داشتیم. حمید بذار حرفم تموم شه. نه میخواستم بگم بعد یه قندی شکری چیزی توش میریختی بعد هم میزدی. اصلا چایی نمیخورم. خیلی خب بگو. خواستم بگم این شب آخری بریم یه جا با هم شام بخوریم، دلخوری ها رو بریزیم دور و به قول قدیمی ها همدیگر رو حلال کنیم. خیلی خوب، اگر نمیخوای بیای بگو نمیام. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ من نگفتم نمیام. یعنی میای؟ خب اگه مثل یه آقا رفتار کنی آره. خب مثل یه آقا یعنی چجوری؟ یعنی مثل یه آقا. جای این شرتی پرتی ها یه کتشلوار بپوش. بعد 3 سال که شوهرمی هنوز نمیدونم تو کتشلوار چه شکلی میشی. باشه، کجا هم دیگر میبینیم؟ همینجا، مثل یه جنتلمن که میاد دنبال یه خانم برای شام، خودت میای دنبالم. ساعت 8 خوبه؟ آره ساعت 8. همین، به اون موهات هم یه دستی بکش. باش. بابا هی من میگم این دیوونه است، تو هی میگی تحمل کن. بابا این زن دیوونه است. اما بالاخره باش برای امشب قرار گذاشتی. اوره پدر خودشو قرارش. امشب از دست ایرادا و نقنگاش میمیرم. میگی نه؟ برگشتم حالمو ببین. تو شلوار بپوش بیا دنبالم. یه دستی به اون موهات بکش. بابا ول کن برو دنبال اون که خربوزه آبه. حالا خوبه دو ما دیگه داره میمیره اون ادا رو در میاره. آخه اون که نمیدونه 2 ماه دیگه کارش تمومه. من و تو میدونی 2 ماه باید تحمل کنی. یالت آسونه؟ تو این 2 ماه 2000 دفعه میمیرم و زنده میشم. ببین 2 میلیون دفعه هم بمیری باید تحمل کنی. حالا برو یه جا باید لباس بخرم. چیه نگاه میکنی؟ به اینا میگه شرتی پرتی. خیلی خوب لباس هم میخری. اون یارو رفیقت بود یه پرادو داشت؟ آره. خوش آمد. این درسته.
سلام، ساعت 8:00. یه دقیقه بیا تو، الان حاضر میشم. آره جون خودت، تا 2 ساعت دیگه هم حاضر شی، من اسممو عوض میکنم. ببین اینقدر افتضاح شدم؟ نه برعکس، فوق‌العاده شدی. کچلوار خیلی بهت میاد. راستی؟ نمیدونستم. تو هم خیلی 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 خوب شدی. بفرم. تو از این کارام بلدی؟ بالاخره از پشت کوه که نیومدی، بچه شهری، خیلی چیزا هم بلدی. اما من که هیچ وقت ندیدم. برای اینکه همیشه منتظر بودم یه هدیه، یعنی یه چیزی بهت بدم که به چش بیام. شما مردها هیچ وقت بزرگ نمیشین، همین تو 5-6 سالگی موندین. خیال میکنم که آدم از بابا یه کچ بزرگتر باشه بهتره. مبارکه، تازه گرفتمش. بفرمایید. ببخشید. خود رخر فکر کرده من راهنمده شم. چراغا با اون طرفی روشن میشه. میدونم خودم. این ماشین اتوماته، بعد بذاری تو دی، گذاشتی تو خلاص. میدونم، با جر سقید که نیوردمش اینجا، خودم آوردم. گفتم که تازه تحویل گرفتم. دروغ گفتم، ماشین امانته. میدونم. از کجا؟ حداقل اینو مطمئنم که اسمت بهنام نیست. شلوار چقدر خوشتیپ شدی. خب یه چی دیگه، بعد سوار شدیم. راستی این رفیقه چرا قد ندید بدیده؟ اسمشو چرا رو جاسوی چی مینویسه؟ این دریوری ها رو ول کن. آخر سر چی شد؟ یه چی دیگه، آخرش رسوندمش خونه. همین؟ آره دیگه. یعنی هیچی نگفت در مورد محضر؟ آها، چرا، گفت فردا ساعت 11 تو محضر میبینم. همین؟ آره دیگه. یعنی فردا میخوا بری محضر؟ ده بابا گلابی، همه اینا واسه این بود که دیگه نری محضر. خب چیکار میخواستی بکنم؟ بگم شاهنوش جونه دوازش طلاق بی طلاق؟ جنابالی انقدر خنگی که. خیلی خوب فردا شما تشریف برید محضر. دوتا خجالتی با هم ازدواج میکنن، بچهشون آب میشه. بیمزه بود؟ نه افتضاح بود. ببخشید آقا، حاج آقا امروز قصد اومدن ندارن؟ پیش پای شما بردن چه سیغه عقب خونه و برگرده. بله. آقا جان ببخشید، ما کجا داریم تشریف ببریم؟ انگاری از شهر داریم خارج میشیم. آجی جون الان میرسیم، قربونت برم. اونها الان میرسیم. تا اونجا که بنده به خاطر دارم، شما فرمودید مراسم عقد
همین بغله. بغل داریم تا بغل حاجی، اونها الان رسیدیم دیگه. بغل داریم تا بغل. یه بار یه گوسفنده میخواسته خودکشی کنه، میره کنار خیابون وای میسه میگه دربز کشدارگاه. ببخشید شما واقعا میخوان طلاق بگیرین؟ چطور مگه؟ با همین قشقش خنده نه دعوایی نه مرافعی نه چیزی. ما دعوامون رو قبلا کردیم. پدر جان اینجا بیابونه، ما کار و زندگی داریم، کجا میبری ما رو؟ اینم یه کاری دیگه، اونها رسیدیم همین پشت. آقا ببخشید ساعت یک و نیم حاج آقا نمیاد؟ والا خانم ما مثل شما تالا سابقه نداشته. آقا تو ما را مسخره کردی آقا، نگه دار پیاده بشیم. دیگه داریم میرسیم آقا. نمیخواد آقا، نمیخواد، نمیخواد، نگه دار. چشم. لفی بگرد یه تاکسی وقتی خری علاقه گیر بیاد داریم بزنیم چه روزی داریم ها. به خاطر امروز ممنون از کارت بیکار شدی، میذارمش برای یه روز دیگه. باش، مرسی، خداحافظ. تا در ماشین باهات میام. با کیا رفت آمد میکنی؟ چه کارایی یاد گرفتی؟ صحبت یاد گرفتن نی، میترسم بازم بدوزنن. نمیشه که هر روز تو رو بدوزنن منم بیام 10 میلیون بدم. گرسنت نیست؟ اینجا؟ آره. هنوز یادته؟ اون سفیده چی بود اون روز خوردیم؟ خوک. من از همون میخوام. آقا ببخشید، یه 10 تا سیخ خوک و 5 تا جگر برای ما بذارید. چشم. مرسی، ممنون. انگار 100 سال از اون روز گذشته. اولین روزی که گفتیم نهار بریم بیرون، گفتم الان میگی بریم شرایطون. بعد تو دیگه هیچ وقت اینجا نیومدی؟ نه. ولی من یه بار میخواستم اینجا دعوتت کنم. کی؟ روزی که ساختمونو تموم کردی. 2 سال پشت سر هم روش کار کرده بودی. دومین سالگرد ازدواجمون بود. داشتم میومدم که با هم بیایم اینجا. میخواستم بیا بریم دیگه، اومدم ببرمت نهار. الان که نمیتونم، یکم دیگه کار دارم. چی کار داری؟ اومدن رو آپارتمان ها قیمت بذارم، چند تاشونو گذاشتم برای فروش. برای فروش؟ کی گفته من میخوام آپارتمان هامو بفروشم؟ چی شد؟ حالا شد آپارتمان های من؟ سنداش که اینجوری نشون میده. آره ولی هیکل این ساختمون فقط خرکاری های شبانه روزی منو نشون میده. تو شوهر نمیخواستی، سرکارگر ما میخواستی. جناب عالی هم یه مؤسسه مالی خصوصی میخواستی. بعد از اون دیگه هیچ وقت هیچی درست نشد. دلم میخواست بکشمت وقتی گفتی که باهات ازدواج کردم که یه سرکارگر مفت داشته باشم. فلش کن. بری، اینقدر حرفم بد بود؟ مزخرف بود. من وقتی بتونم چیزی رو با پول بخرم پولشو میدم، دیگه قلبمو نمیدم. یعنی تو واقعا فکر میکردی من به خاطر پول با تو ازدواج کردم؟ خیلی ها اینو بهم میگفتن. کیا؟ خیلی ها. مهم نیست. اون وقت تو هم باور کرده بودی؟ نه. پس میدونستی که دوست داشتم با تو ازدواج کردم. بفهمید. دست شما درد نکنه. این سفیده اسمش چی بود؟ خوک. خوک. اقلا اسمشو یاد بگی. به خاطر امروز ممنون، به من خیلی خوش گذشت. به منم. رعنا میگم بیا فعلا بی خیال شی. خیال چی؟ من از هر رفتنم یه چند روزی بندازیم اخر. همینجوری خودش عقب میافته. من فردا پس فردا کار دارم، هفته بعد هم اینجا. بعد از کارا چی؟ برای شام. دفعه بعد مهمونه من. Thank you.
پس فعلا طلاق بی طلاق. حالا شد دیگه یه میلیارد که سهله، 10 میلیارد هم میتونیم بهره کنیم. بزن ای امین گته چرا بوتت زده؟ هیچ بچه رو میخ شدی؟ احساس میکنم مثل لاشخورا شدیم جفتم. تو زیبا تر شدی یا چشان بارونیه، این قفس بازه ولی قلب من زندونیه. من پشیمون میکنم جا در و از رفتنت، تو نباشی میپره عطرت هم از پیرهنت، تو نباشی میپره عطرت هم از پیرهنه. میخوام آروم شم تو نمیذاری، هر دو بیرحمم عشق و بیزاری. همه دنیا مو زیر و رو کردم، تو رو شاید دیر آرزو کردم. دمای آخر و آهسته تر بردار، واسه من کابوس فکر آخرین دیدار. بغض این آهنگ بارو تا کجا بود، شاید این تقدیرم امشب به رحم آورد. تلافی اون همه تلخیم گله هاتم طعم عسل شد، غم معصومانه چشمات به تبسم تازه بدل شد. میشه با من 1001 سال به بهانه قصه بمونی، همه مرثیه های سکوتم به بهار تو باغ غزل شد. نفس کشیدن دل سپردن مثل دریا ماه از تو خوندن با تو موندن، مقصد من راه من همین، رویام آرزوهام سرگذشت آه من. نرفته برگرد که با تو شاید خدا گذشت از گناه من. تو مثل بارون غم و آسون میبری از یاد من، با تو خوبم بی غروبم خاطرات شاد من. زار و خسته دل شکسته بینوا فرهاد من، مرغ آمین کی به شیرین میرسه فریاد من. علی بیدارت کردم؟ نه بیدار بودم. آسپرین داری؟ آره. پس قبل از خواب یکی بخور، زیاد زیر بار بس. شب بخیر.
حالا پاهاتو بذار این رو. مگه همشه دوست نداشتی اینجوری فوتبال ببینی؟ منچستر چلسی مسابقه دارم در رقابت های لیگ برتر باشگاه های انگلستان. آخر زمان شده؟ چرا؟ مگه در فوتبال بیزار نبودیم؟ خب سلیقه ها عوض میشه. مربی چلسی خیلی خوشگاه فست. البته نه به خوشگاه فست موقعی کچل بار میشه. از این بازیکن که بازوبند کاپیتانی منچستر یونایتد هم به دست او بسته شده، رایان گیگز، ادوین واندرسار، پاتریس ایورا، ریو فردیناند، وسلی براون، کریستیانو رونالدو، رونی گیگز، ویدیچ، کاریک، سکورز و تیوز بازیکن منچستر هستند. یه فرصت هم اینجا، یه شوت عالی، شوت عالی از رونی نشون میده که دیگه تو نمیبندی؟ آها، چرا؟ مادرم خیلی سعی کرد یادم بده، عمرش وفا نکرد. حالا من یادت میدم، شاید عمر من وفا کنه. اول یه گره میزنی، بعد اینجوری. خدایا کمکش کن. نظر ببین، نباید بریم. خواهش من هوشنگ نیستم ولی میخوام بدونم این مرتی که اینجا چی کار داشته. از آیفون بگم یا میای تو؟ وقتی که عصبانی میشه قیافت خیلی بانمکه. خیلی خوبه، مخموتو ما کن، واسه اینا آمده بود. مدارک آپارتمان هست، میخوام بفروشمشون. داری میفروشی؟ آره، همه چهل تا آپارتمان ها رو با قسمت های تجاری، هرچی که دارم بجز این خونه. برای چی؟ تصمیم تازه نیست. تو همون روزای جدایی و دادگاه و محضر و این حرفا به هوشنگ گفتم هرچی دارم بفروشه. میخواستم برم آمریکا. بری آمریکا؟ به من نگفته بودی؟ همیشه خیال میکردم همه چی دارم. وقتی قرار شد جداشیم فهمیدم هیچی ندارم. حتی یه نفر رو نداشتم که باش درد دل کنم.
یه نفر که به محبت کنه، محبت کنه بدون اینکه احساس کنم هر کلمه حرفش به خاطر پولمه. ثروت به من خوشبختی نداد، تنهایی داد. واسه همینم تصمیم گرفتم هرچی که دارم به جز این خونه بفروشم بدم به خیریه، که حداقل اگه بعد 120 سال مردم بتونم به یه دردی خوردم یه کاری کردم. چیه؟ همیشه خیال میکردم خیلی پول دوسته داشتم، حالا دیگه ندارم. شنبه میریم محضر. رانا چت شد؟ پس چرا اینطوری شدی؟ هیچی. پس بریم دکتر. هیچی فقط بشه همه بسه زنگ میخواد. الو اورژانس؟ تلفن رو قطع کن، خوبم دیوونه. پسر این خب چه کلی بازی بود رو انداختی؟ خیلی ترسیده بودم، فقط فشارم افتاده دیگه، بهش عادت کرد. چند وقت اینطوری میشی؟ یه سالی میشه. یه سال؟ بعد چرا من نفهمیده بودم؟ یعنی چی میخواد بفروشه؟ تو هم هیچی بهش نگفتی؟ چی بهش بگم؟ مالشه، میخواد بفروشه بریزه تو کار خیریه. بی خود کرده، مگه به اونه؟ ایشون صلیب سرخ یا هلال احمر یا نماینده حقوق بشر، به اون چه ربطی داره؟ ببینم حمید، جریان چیه؟ تنها خوریه یا قاط زدی؟ مرد حسابی اون انوار مال اون نیست که بفروشه، مال وارثه. همین الانش هم گیریم، از صبح تا حالا بس نشسته دم دفتر. عمو تارا، آقا تارا، یه دقیقه پاشو. بیا ده بگو دیگه آقا تراب، حرف ده بگو. گفتن نداره جلا، اگه خودش نمیدونه میلیارد دست من چک دارین، اونم با امضای هر دوتون. مگه تاریخش رسیده آقا تراب؟ نه، اما اینکه این نقد بشه توش حرف داره. مایش هم بلیط هواپیماست، ولی کم دیدیم این چیزا. تازه آقا جلال پیغام فرستاده که بیا تمدید کنی، اینجاست که بودار میشه. جلال زمینو بفروش پولشو بده. ده. منو به زمین و زمان حواله ندینا، پول نقد همونجوری گرفتی. یه دقیقه تو ماشین میشه، من الان حلش میکنم. حمید سکته میزنه ما. زمین اونو برای چی بفروشیم؟ چهار سبب بپیچونش تا مرحوم بشه همین. نمیتونم، اون شوق 100 سال زندگی کردن داره، در حالی که داره میمیره و خودش از هیچ چی خبر نداره. با این آدم چی کار باید کرد؟ جلال من دوستش دارم بیشتر از همه ی دنیا. همه شوقش اینه که برای ما آدم فقیر یه سرپناه بسازه. نمیتونم این شوقو ازش بگیرم، یعنی نمیخوام بگیرم. میفهمی؟ نخیر، بخارش بعد جوری زده بالا. یا حضرت عزرائیل، دستم به دومنت، وقتشه ها. شام خوردی؟ منو نمیشه پیچونده. بلکن ما با تو هم دلت خوشه، ما خودمون از 60 طرف داریم پیچونده میشیم. حالا شام خوردی یا نه؟ بی خود منو سرکار نازو جلال جون، پس فرده موعد چکته، یه ساعت هم گذاشته میکنم. این دریوریارم اصلا نباف، یه شی سر در نمیارم. این که قرار بوده فلانی بمیره و فلانی ارث ببره و فلانی اینقدر ارث میبره، این چرت و پرترم اصلا نگو. بابا اگه قراره یارو بمیره، خب بمیره دیگه. یه مشکل داریم. میگه مشکل داریم. چه مشکل داری جلال جون؟ ترافیک. ببینم نشجات زدی. نه جون تو را، ترافیکه. بابا عراق جنگ، افغانستان جنگ، آفریقا جنگ، امریکا جنگ، همه جا جنگ و دست حضرت عزرائیل بند. یعنی وقت نمیکنه بیاد به این مورد منظور برسه. گرفتی ما رو؟ نه به جون مادرم. بشین یه دقیقه بشین. ببین این زنی شنیکه با مریضه، دکترش بهش گفته یه ماهی چی حرکت اون دنیا. حالا یه کم تأخیر داره. این هواپیما رو دیدی که تأخیر دارن؟ این همونا
رفتنش میرن ولی جون میگیرن و میرن. ارثه چقدری هست؟ خیلی، 50 برابر چکایی که تو دست تو هست. حالا چرا یه کمک دستی به اسرائیل نمیرسونی که کارتون بیفته جلو؟ ارزشو نداریم، ما نداریم. حالا اگه که پیدا بشه ارزش داشته باشه چی بهش میرسه؟ یعنی؟ بله. نه، اون که نه. نه؟ یعنی خداییشه بخوای خدا وکیلی کمک بهش. خود بنده خدا هم داره زجر میکشه، تو عذابه، دائم تو درد و آه و ناله است، بیچاره عین شمع آب شده. حالا چقدی میرسه که کمکش بکنه؟ والا راستش فلسفه نیا. ببین کار من همینه، یه مش چک میگیرم میرم نقد میکنم، حالا تش چقدر بمونه، اونم با این همه خرج عیب و زهاب. ببینم سیبیل ما چرف میشه؟ میشه، اینقدر چرف که جیری که جیری روغن ازش بچکه. بس حله؟ حله، فقط یه چیزی. چی؟ اون خدا بیامرز شمعه قراره بره محضر، اگر بره ارث میراث پر. امروز چند شنبه؟ چهارشنبه. چهارشنبه، پنجشنبه شب تشریف برای اون دنیا خوبه؟ چه خوش سعادت واقعا، چه شب عزیزی. خاموشش کن زدم. همه آدم های خلاف تاریکی رو دوست دارم. تو اینجا چی کار میکنی؟ اسفانی ها رو بیاد، ملاقه به اسی گیره چه برده؟ خودشم دیدم، همه چیز واسم گفت. تو فکر خیلی زرنگی؟ نداداش نیستی؟ خودشم ها؟ یه موقعی خیلی زرنگ بودی، موقعی که رانا رو ترش کردی. ازدواج تو با رانا تمام نقشه های منی که همه کاره دفتر شدم به هم ریخت. باش؟ اشکال نداره، دل قوشنگ بسار که. خب منظور؟ تو پدر منو در آوردی، ولی من به خاطر تو به راحتی از همه چی گذاشتم. این وسط یه چیز هست که به راحتی نمیتونم ازش بگذرم. اون زمین واسه من خیلی ارزش داره. اینو بهت گفتم که بدونی، خیلی راحت تر از این حرفا میتونیم با هم معامله کنیم. پس زمین مال من، رهنه با تمام اموالش مال تو. تازه میتونیم قرار فروش آپارتمان رو عقب بندازیم. مثل آب خوردن. من میتونم 6 ماه استلام دارایی عقب. خلاصه اگه من اراده کنم، عروس خانم تا 6 ماه هیچی نمیتونه بپوشه. در عوض شادومات یه وکالت بلا اصل در مورد اون زمین واسه قوشنگ می‌نویسه. وای همه چی کنی؟ وای گوشم بابا بکن. اونطوری که بالا سرش گریه می‌کنی مردش نیست. خیالم زمین هم از سر بیرون خود مردم خیلی خوب بگو. من حقه بازم، کلکم، یه روده راست تو شکمم نیست، کلا بردارم، پدر سوختم. بگو دیگه، مگه نیومدی همه اینا رو بگی؟ نه. یعنی نمیخوای فوش بدی؟ نه. پس چی؟ فقط اومدم بپرسم چرا اون بازی بچگانه رو انداختی؟ نمیخواستم طلاقت بدم. چرا؟ ببین یه ذره گوش کن، فقط گوش کن. دارم گوش میکنم. خب منم دارم میگم دیگه. چرا نمیتونم طلاقت بدم؟ چرا واسه آرتیست بازی در بردم؟ چرا بعد این همه سال مثل یه بچه 17 ساله خواستم نظرتو جلب کنم؟ فقط یه جواب داره رانا، من عاشقتم. به خدا اگه فقط یه حرف راست تو زندگیم زده باشم همین. چرا از همون اول بهم نگفتی؟ خب برای مردا سخته هی به زنشون بگن دوستش دارم. چرا تا وقت زنشون نشده راحت میگن؟ من چه میدونم چرا بین این همه مرد اومدی یقه منو گرفتی؟
برو از خودشون بپرس. من دارم از تو میپرسم. خیلی خوب بابا، من خرم. نفهمم خوبه؟ حالا چقدر به یارو پول دادی؟ اول قرار بود 300 تومن بگیره، بعد دفعه کرد 600 گرفت. واقعا که شما مرد خیلی خنگی. کاری که با یه جمله نه با یه کلمه میتونیم بکنیم، خودتونو به هزار در و دیوار میزنین که اون کلمه ها رو نگین. چرا؟ مگه ما زنها چی میخواییم؟ رعنا من دوستت دارم. منو میرسونی خونه؟ نوکرت. خانم آسانسور خرابه. ببخشید خانم، دوستت دارم به زبون اشاره چی میشه؟ مگه خانم شما هم ناشنوا هستن؟ نه ولی زبون من هم حالیش نمیشه. هیچی، آدم یه زبون تازه یاد بگیری بد نیست، به دردش بخوره. تیبونه. این کلیدات هر وقت خواستی بیا خونه. شب بخیر. شب بخیر. چیکار کنم؟ تلفنت بسته، تو دفتر نیستی، کجا گذاشتی رفتی؟ حالا چی میخواستی؟ میگم حمید، طرف حالش چطوره؟ به تو مربوط نیست. یعنی چی به من مربوط نیست؟ ما کلی رو فوت اون مرحوم حساب کردیم. حالا خدایش اثری از مردن توش پیدا شده؟ خفه شو جلال. بابا وضع ناجور حمید. بهت که گفتم اون زمینو بفروش پولشو بده. دیگه هم به من زنگ نزن. نمیخواستم بیدار شم. واسه پول زمین کلافه‌ای؟ نباید زیاد بیدار بمونی. تو این چند وقته میدیدم خیلی در همین، انگار توی دنیای دیگه ای. نگرانت بودم. نگران من؟ تو نگرانه؟ آره عزیزم، خودم باید میفهمیدم چته. پشت این مرد فقط قرض میتونه خم کنه. پشت این مرد و خیلی چیزایی دیگه میتونه خم کنه. قرض و خیلیش. بله بفرمایید. سلام خانم بصیرت، دکتر مرتضوی هستم. در واقع قرار نبود مزاحم شما بشم، اما از صبح هرچی شماره شوهرتون رو میگیرن در دسترس نیست. چطور، مگه اتفاقی افتاده؟ بر اساس آزمایشات دقیقی که انجام دادیم تا دو ماه پیش، بدن شما توانایی خودشو برای تولید گلوبولای قرمز به طور کامل از دست داده بود. اسم این بیماری سرطانه، اما نمیدونم چجوری بگم، یه معجزه اتفاق افتاده. نتایج آخرین آزمایشتون نشون میده که بدن شما الان به طور کاملا طبیعی داره گلوبول سازی میکنه. این اتفاق خیلی نادره ولی به هر حال شده و من بابت این مطلب بهتون تبریک میگم.
یعنی معلوم باید خوشحال شم؟ حتما، فقط موضوع اینه که وقتی ما متوجه شدیم که شما وضعیت مناسبی ندارین، تصمیم گرفتیم موضوع رو به شوهرتون بگیم. که من قراره بمیرم؟ بله میدونم، برای شما موجب ناراحتی زیادی شده. کسافت. بله؟ کسافت. کسافت. نامرد. میشه برای امروز یه وقت بدین دکتر رو ببینم؟ به همسرم هم خبر بدین حتما بیان. ممنون. آقای بصیرت تشریف آوردن آقای دکتر. بگیم بیان تو. بله چش. سلام. بهش گفتی؟ بله گفتن، ولی نه اون چیزی که تو فکر میکنی. حقیقتش آقای بصیرت اتفاق عجیبی افتاده. متاسفانه قرار نیست من بمیرم آقای زرنگ. خواستم بیایی که فقط یه توف بنازم تو صورتت، اما الان میبینم که لایق اونم نیستی. شامتی که نخوردی، لاغل چایی تو بخور. اوه، انگار از جنگ ترکمنچای برگشته. چه تفاست پروندی؟ طوری شده؟ رعنا نمیمیره، اون سالمه. سالمه؟ سالمه سالم؟ یا خدا، یا خدا. سلام آقا تورا. من واسه چی به من زنگ زدی مرد حسابی؟ گفتم بهت سر ساعت 12 کار تمومه، شماره منم از حافظه تلفن واموندن. گوش کن آقا تورا، ببین آقا تورا. الو چی شده جلال؟ من یه کاری کردم حمید، امشب قراره یه نفر رنا رو بکشه. چیکار کنه؟ خب فکر کردم فقط دارم چند روز کارشو جلو میندازم. خودت گفته بی برو برگر، رنا مردنیه. با خودم گفتم خب اگه رفتنیه خب چه فرقی میکنه. تو چیکار کردی؟ چه خرجی؟ چی گفتم چی کاری کنی؟ چطور تونستی هم چی کاری کنی؟ حمید شب که منم بیا حمید. آقا کجا میری؟ حسابتون آقا. همین سب کن، حساب کن، هم منم بیا. چقدر میشه؟ بردار We'll be right back.
میخوای از جون من؟ واسه چی اینقدر زنگ میزنی؟ چی میخوای؟ هیچی هیچی نمیخوام، فقط از اون خونه برو بیرون. اون خونه برای تو خطرناکه. یه نفر میخواد. بس دیگه خجالت بکش، برو این فیلمای تکراری مسخره تو واسه کی بازی کن. جناب سرباز، جون زنم در خطره، من باید خودم برسونم. سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، نوستن کم. چرا متوجه نیستین؟ صحبت از یه جنایته. یه نفر قراره همسر منو به قد برسونه. کجا قراره اتفاق بیفته؟ تو خونه من الان نرسم. با این رانندگی اصلا نمی‌رسی. خودتون رو انتقال بدید به پارکینگ، آدرس خونه‌تون هم بدین، همکارام به اون قضیه هم رسیدگی می‌کنن. تاکسی من شما رو می‌بره. از کوچه وفا میگذره. آی تاکسی. بله آقا، میدونی من به کجا میروم؟ کوچه مهر و وفا میروم. آقا نمیشه یکم تندتر بریم؟ که ماشین ما را مثل خودت بخوابونن نداداش. ما یه رزق ما چرخش باید بچرخه. نمیشه یکم تندتر بچرخه؟ کوچه مهر و وفا می روم. تاکسی من. جناب سروان، نه کسی قصد کشتن منو داره، نه کسی قصد دزدیدنمو. تمام این بازی هم از طرف شوهرمه که با این کاراش اعصابمو خرد کرده و داره کلافم میکنه. ببخشید وقتتون رو گرفتیم. به هر حال اگه مشکلی بود حتما با ما تماس بگیرید. حتما، از لطفتون ممنونم. شبتون بخیر. شب شما بخیر. آقا شما تونتر برو، جریمه شدی با من. فردا برگرد جریمه های خودتو بده، اگه پولی واسد مون اون وقت. اگرم زیاد حرف بزنی همینجا نگر میدارم پیادت میکنم. یه دقیقه گوش کن. نه تو گوش کن، میتونستم هر عیبی رو بذارم جز میراث خوری. بابا ول کن این حرفا رو، گوره بابای من. اصلا من خرم نفهمم، اما الان دارم بهت راست میگم، جونت در خطره. اگه تو دست از سر من بردایی هیچ خطری وجود نداره. قرار محترم میخوای بیا نمیخوای نیا، قانون به من حق میده که یه طرف طلاق بگیرم. اول قضیه اسی آدم دوستی، بعدم قضیه کشتن من. دیگه داره حالم ازت به هم میخوره حمید. منو تو دیگه رسیدیم به آخر خط، اینو بفهم. من میگردی نه؟ گوش کن، الان داشتم با کسی که این نمایشو برات نوشته صحبت میکردم، اما من تا تهشو حفظم. میخوای صحنه بعدی رو برات بگم؟ الان یه هفتیر قلابی یا شایدم واقعی از تو جیب در میاری. آقا ببیش من راست. آقا یه طرف بعد عجب گیری کردیم امشبا. ما عجب گیری افتادیم. اومدیم مسافر سوار کنیم، عتیقه سوار کردیم. زیاد در بزنی همینجا بیادت میکنم. قاعدتا الان من باید بترسم، بعد تو میای مثلا نشون میدی که میخوای منو بکشی. اما من دیگه حوصله این بازیو ندارم. الان تلفن میکنم به پلیس تا بیا تکلیف تو اون احمقی که این بازی رو راه انداخته مشخص کنه. الو، معذرت میخوام از سواکه. چرا دارم میام؟ نه مسافر دارم، بذار رو چرا گرم بمونه. بده من. آقا تو برو.
همه شرخون گریم از درد شیدایی، چه کنم آخر من با رنج تنهایی، بیهوده آتش مزم بر جانم، ای غنچه خندانم با من وفا کن. خب بعدشی لابد حمله میکنی به من همینه دیگه، نه بعد من فرار میکنم و یه بایی میخورم در بعد این چامای مسخرت رو میبری بالا، منم چشامو میبندم و منتظر مردن میشم که یه بایی از پنجره سوپرمن میپره رو سر تو که از اون سوپرمن شوهر منه. نه خانومی، هی قصت یاد داره اینجور که تو گفتی تموم نمیشه. من این نمایش از حفظم خفه شو تو آدم بشون خلاصی میکنی چرا بابا میشنی؟ خیال میکنی هرچی بیشتر خراب کنی کنی بیشتر باورم میشه؟ تلفن کنید واقعیه، تو هیچ چیز واقعی نیست، این یکی واقعیه. این یادگار بابامه، تلفن کن به پلیس اگه ندینی تلفن شکسته، از آشپز خونه تلفن کن، تلفن میکنم ازش شکایت میکنم. برو زنگ بزن به 110 درم گفت کن، برو الان زنگ میزنم 110 درم گفت کن. دیگه کارت تمومه، ببخشید کنم میشه به چند تا سوال ما جواب بدین؟ اما لازمه، ما پیگیری یه جنایت هستیم، اگر دلتون نمیخواد که قاتل فرار کنه یعنی مجرم فرار کنه باید با ما همکاری کنه. شوهر من اونجاست. بله برای همین تا مجرم گونه بابای همه مجرما، گونه بابای همه قاتلا، من فقط اونو میخوام، من فقط شوهرمو میخوام، من فقط میخوام که اون فقط میخوام که اون از اون دست سالم بیاد.
شوهرم. میخوای ببینیش؟ تو زیبا تر شدی یا چشم بارونیه، این قفس بازه ولی قلب من زندونیه. من پشیمون میکنم جاده رو از رفتنت، تو نباشی میپره عطرت هم از پیرهنت، تو نباشی میپره عطرت هم از پیرهنه. میخوام آروم شم تو نمیذاری، هر دو بیرحمم عشق و بیزاری. همه دنیا مو زیر و رو کردم، تو رو شاید دیر آرزو کردم. دمای آخر و آهسته تر بردار، واسه من کابوس فکر آخرین دیدار. بغض این آهنگ بارو تا کجا ها بود، شایدم تقدیرم و امشب به رحم آورد. تلافی اون همه تلخیم گله هاتم طعم عسل شد، غم معصومانه ی چشمات به تبسم تازه بدل شد. میشه با من هزار و یک سال به بهانه ی قصه بمونی، همه مرثیه های سکوتم به بهار تو باغ غزل شد. نفس کشیدن دل سپردن مثل دریا ماه از تو خوندم با تو موندم، مقصد من راه من همین، رویام آرزوهام سرگذشت آه من. نرفته برگرد که با تو شاید خدا گذشت از گناه من. تو مثل بارون غم و آسون میبری از یاد من، با تو خوبم بی غروبم خاطرات شاد من. زار و خسته دل شکسته بینوا فرهاد من، مرغ آمین کی به شیرین میرسه فریاد.